بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و درود دوباره بر همراهان گرامی و خوش آمد میگم و خیر مقدم از میکنم و انشاءالله که همه شما سلامت و تندرست باشید و در پناه خداوند متعال. خب من یک بخش داده سوال می‌پرسم درست شد اون دسترسی و یه مشکلی نبود ممنونش هم باز خود دادید. حالا بریم سراغ بحثام. من شیر میکنم، به ترتیب میگم و صفحه‌مو صفحه وب رو شیر میکنم با شما بروزارم رو که یکی باز کنیم و ببینیم. آدرس ها این پایین هم میزنم که شما داشته باشیم. بسیاره. خب یکیش بعد بریم سراغ این مال کجا هست؟ این مال آیسیه. آیسیه فکر کنم گفته بودم درسته؟ دیگه اشتباه نکنم آیسی اون جلسه گفتم دوستان اگه بازخورد بدن که من یادم باشه چون یه خود فاصله افتاد من فراموش کردم. اگه یادم باشه حالا باز بگم پرده میدنم هم داره. بله یکی شمال آیسیه یعنی پایگاه استنادی علوم اسلام مال مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری مرکز اطلاع رسانی منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز است. اون پایگاه نشتون هم خدمتون پایگاه بعد خودتون رو خدمت توضیح نکنید. اینجوری نیست یعنی از قانون قبلی ها هم دارید و دونید که چه مشکلی تو فیلتری میدهید که منم جستجو تو رو محدود کردید. خب حالا بعد چیز من خدمت رو ارز کنم یا میتونه در اون میز مرجع ما بپرسید من هستم پیرا براتون توضیح بدم. سلام خانم فرانی خوش آمد. خب ببینید توی آیسی همه احتمالا شنیدید اسمش و خودش یکی از نمایه هاست که جهان اسلام شکل گرفت. نمایه استنادی جهان اسلامه در مقابل همین آیسی درست شد برای اینکه کشور اسلامی هم اونجا خودشون چنین پایگاهی داشته باشن و سنجشون رو انجام بدن. توی دنیا داریم از این چند تا از این سیستم ها داریم که مثلا در برابر آی اس آی درست شده و سکنون داره روسیه داره و برای اینکه اون ماهیت انحصاری دبلیو اس یا ویب آف ساینس رو خارج کنن و یه منطقه و یه بافت بومی خاصی هم چنین پایگاهی باشه چون معتقدن که اونجا خب یه سری گرایش های در حال مرد اروپا و امریکا داره و مثلا نسبت به آسیا کمتر توجه هست که چیز درستی هم هست. اومدن یه پایگاه استنادی مختلف درست کنن یکیش خود آیسیه که مهم هم هست یعنی در کنار WS اسکوپوس گوگل اسکالر آیسی هم که ایرانیش هست یعنی ایران درست کرد تو سطح جهان اسلام. این پایگاه استنادی رو کجا یکی سری تحلیل ها رو انجام یه سری امتیازه داره و توی وزارت علوم و وزارت بهداشت و اینا ارزش انتشار مقاله در مجلاتی که در آی سی اندکس میشن برابر آی اس آی و اسکوپوس و که گوگل اسکالر اصلا چه اعتباری نداره و اگر شما این مجلات ایرانی هم که در آیسی نمایه داره بزنید همون امتیاز رو بگیرید. این هم یه نکته مهم راحت تر هست یعنی تصور کنید نباشه حتما آیسی آی باشه آیسی داشته باشه
درصد هم از کوپوس های سوری حساب میشه. این خود آیسو اومده یک پایگاهی زده و برایند اونا را که کمک بشه، چون وزارت بهداشت و وزارت علوم و دانشگاه آزاد، این سه تا دانشگاه، این سه تا مجموعه، این سه تا سازمان خودشون رویه ها و دستورالعمل ها و آیین‌نامه های خاصی دارن و هر کدوم از اونا تبعیت میکنه. دانشگاه آزاد خودش یه به عنوان دانشگاهی که خیلی سعی کرده رنگ بالایی رو در نظام های رتبه‌بندی و اینا داشته باشه و در مشارکت علم و انتشار مقالات اساتید در رفوس دانشجوهاش در نمایه های بین المللی، خودش یک وبسایتی داره و اونجا مجلات معتبر نامعتبر، به خصوص مجلات معتبر خارجی و نامعتبر خارجی اونجا مشخص کرده برای اینکه دانشجوهاش بدونن، که اونجا به هر حال دو نمره از نمره پایان نامه مخصوص مقالات و خب مثلا این وزارت علوم و اینا هم اجباری، اصلا اولین جایی هم که اینا رو اجباری کرد دادن مقاله رو مثلا برای پیش دفاع مجوز پیش دفاع دانشجوی دکترا مربوط به عرض کنم خدمتتون همین دانشگاه آزاد بود. نه من صفحه ما همین چیه نکرم براشت، این فایل پاورپوینت هم بگم اسخایی میکنم. مرسی از خانومی آقای نجف، الان شیر کردم خیلی خوب آمد. الان دوی صفحه رو من حسن بودم بوده توضیح میدارم بین که شما پاورپوینت هم کردم بود. الان دارید این تصویر رو؟ اوکی بسیار خوب. خب عرض کنم خدمتتون که ببینید یه توضیح در مورد آسی دادم، یه توضیح در مورد این پایگاه. خب عرض کنم خدمتتون این ستا دقیقا همه دقت کنن این نکته شو که هم دانشگاه آزاد خودش سایی که من ستا خریدی کرد، هم دانشگاه هم دانشگاه داره که برای دانشگاه تحت پوششش، هم وزارت بهداشت داره که برای دانشگاه تحت پوششش. شما حالا این که دانشگاهتون مربوط به دانشگاه آزاده یا وزارت علومه یا وزارت بهداشت هست، باید بیایید اینا رو چک کنید. منطقه هم توصیه که کنم جلسه قبل هم داشتن این که هم چک کنید و مثلا در وزارت علوم به دست وزارت بهداشت یا دانشگاه آزاد هم جمع کنید با این که خود دارن ویب سایت مجزا، ولی اگه مثلا مجله تو بلک لیست دانشگاه آزاد باشه باز قبول نمی کنم. پس شما ستاشو باید سرچ کنید. توی این پایگاه اومده مال مجلات مختلف از آزاد و نمیدونم